شاید برای شما این اتفاق افتاده باشه. در موقعیتی بودید و احساس کردید که قبلا این صحنه رو دیدید. به این اتفاق دژاوو یا آشناپنداری میگن. و از اونجایی که احساس بسیار غیر منتظره و زودگذریه، بسیاری اینو چیزی مرموز، معنوی یا حتی ماوراءالطبیعه میدونن. برخی معتقدن که دژاوو نشونه یادآوری تجربیات یا خاطراتی از زندگی گذشته است، چون باعث میشه شخص احساس کنه قبلا در اون مکان یا موقعیت بوده و برای همین میشه آینده رو هم از این طریق پیشگویی کرد. عده دیگه هم میگن دژاوو زمانی اتفاق میفته که خود برتر و بالاتر آدم که درون انسان رو هدایت میکنه یه لحظه از تجربه خودش روی زمین آگاه میشه. بعضی از افرادم اعتقاد دارن جهانهای موازی لحظه ای روی هم میفتن یا در نقطه ای به هم متصل میشن و این باعث میشه دژاوو شکل بگیره. تعدادی هم میگن این یه اشتباه در ماتریکسه، یعنی جهان ما شبیه سازیه و کامپیوتری که جهان ما رو پردازش میکنه دوچار اشتباه یا تغییر لحظه ای میشه و ما دژاوو رو حس میکنیم. اما از نظر علمی برخی از محققا بر این باورن که دژاوو ممکنه به نحوی به ساخت و ذخیره خاطرات در مغز ما مرتبط باشه. مغز دائما حواس ما رو اسکن میکنه تا تشخیص بده که اون چیزی رو که تجربه میکنیم آشنا هست یا نه. و هنگامی که مغزی محرک و آشنا میدونه، ناحیه مغزی متفاوتی به نام هیپوکامپ حافظه مرتبط با اونو به یاد میاره و مدارهای عصبی که اون بخش از گذشته ما رو نگه میدارن و دوباره فعال میکنه و ما دوباره این تجربه رو در ذهن خودمون تجربه میکنیم. اگه این مراحل هماهنگ نباشن و اگه چیزی آشنا تلقی بشه و ما نتونیم اونو به خاطر بیاریم، ممکنه دژاوو اتفاق بیفته. ورودی‌های حسی مختلف ما مثل بوها، صداها و تصاویر پردازش میشن و به عنوان یک رویداد با هم ترکیب میشن. مثلا تصویر لیوان چای، صدای موسیقی، بوی چیزکیک به صورت اطلاعات به مغز فرستاده میشن و در یک لحظه پردازش میشن. در بیشتر وقت‌ها همه چیز همزمان ثبت میشه و طبق این نظریه دژاوو زمانی اتفاق میفته که یکی از این محرک‌ها به صورت غیر همگام ثبت بشه. یعنی اطلاعات دیرهنگام میتونه به عنوان رویدادی متفاوت بر روی لحظاتی که قبلا ثبت شده ظاهر بشه و این احساس رو ایجاد کنه که انگار قبلا اتفاق افتاده. در یه آزمایشی که هنوز تایید علمی نشده، محققا لیستی از کلمات مرتبط به هم مثل تخت، شب، بالش و رویا رو به افراد گفتن. اما به کلمه خواب که همه این واژه ها رو به هم پیوند میزنه اشاره این نکردن. بعد ازشون آزمون گرفتن و معمولا افراد فکر کردن که کلمه خواب رو شنیدن، در صورتی که این یه خاطره کاذبه. اونا تونستن تجربه دژاوو رو در چند نفر برانگیخته کنن و از مغز اونا ام‌آرآی گرفتن. محققا انتظار داشتن که قسمت‌های مربوط به حافظه در مغز هنگام تجربه دژاوو فعال باشن، اما اینطور نبود. اونا حدس می‌زنن که قسمت‌های جلوی مغز خاطرات ما رو چک می‌کنه و اگه با خطایی در حافظه مواجه بشه، سیگنال می‌فرسته. این خطا تناقض بین اون چیزی که ما واقعا تجربه کردیم و چیزی که فکر میکنیم تجربه کردیمه و دژاوو اتفاق میفته. طبق این آزمایش برای همینه که ما دائما دچار دژاوو نمیشیم، چون معمولا سیستم چک کردن حافظه در مغز ما خوب کار میکنه. در کل آزمایش علمی روی این پدیده کار سختیه و هنوز محققا در حال تحقیق روی این موضوع هستن. به نظر شما دژاوو چیه؟